سومین روز تیر ماه برابر با 24 ژوئن سال 1287 خورشیدی برابر با 1908 میلادی، کشته شدن میرزا جهانگیر خان شیرازی مدیر روزنامه سور اسرافیل. میرزا جهانگیر خان معروف به جهانگیر خان شیرازی یا جهانگیر خان سور اسرافیل، روزنامه نگار دوران مشروطیت ایران و مدیر روزنامه سور اسرافیل به خاطر نام روزنامه‌اش به سور اسرافیل ملقب گردید. جهانگیر خان که در شیراز متولد شده بود، در اوایل کودکی پدرش آقا رجب علی را از دست داد. پس عمه‌اش سرپرستیش را بر عهده گرفت. 5 ساله بود که با عمه و جده خود به تهران رفت و مجدداً در 14 سالگی به شیراز بازگشت و به تحصیل پرداخت. جهانگیر خان مقدمات ادبیات و منطق و ریاضی را نزد اساتید زمانش فرا گرفت و سپس در دارالفنون و دیگر مدارس عالیه تهران به تحصیل علوم و فنون جدید پرداخت. در این هنگام بود که نهضت مشروطه خواهی آغاز شد و وی در انجمنهای سری و مجامع ایرانیان راه یافت. میرزا جهانگیر خان با سرمایه میرزا قاسم خان تبریزی و همکاری میرزا علی اکبر خان قزوینی، معروف به ده خدا، روزنامه موسوم به سور اسرافیل ایجاد کرد که در این راه با مشکلات بسیاری مواجه شدند. بارها نویسندگانشان را تکفیر نمودند یا دفترشان را از بین بردند، اما آنها همچنان به کار خود ادامه دادند. ولی پس از به توپ بسته شدن مجلس، جهانگیر خان دستگیر و در باغ شاه به دستور محمد علی شاه کشته شد. سال 1287 خورشیدی برابر با 1908 میلادی. در پی محاصره سفارت انگلستان در تهران برای جلوگیری از پناهنده شدن سیاستمداران مخالف محمد علی شاه، سفارت انگلستان اخطار شدیدالدهنی به دولت وقت ایران تسلیم کرد که در آن خواسته شده بود بیدرنگ به محاصره سفارتخانه پایان داده شود. بنابراین شاه قاجار وزیر دربارش را برای عذرخواهی راهی سفارت نمود. سال 1287 خورشیدی برابر با 1908 میلادی، 1 روز پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی، محمد علی شاه قاجار در تهران حکومت نظامی اعلام کرد و فرمان داد تا لیاخوف روسی، فرمانده نیروهای قزاق، با استفاده از نیروهای گارد قزاق افراد مسلح را در شهر بازداشت کرده و تجمع مردم را با شلیک گلوله برهم بزنند. شاه قاجار همچنین در این فرمان عفو عمومی اعلام نمود تا به این وسیله مشروط خواهان متواری را فریفته دستگیر کند. سال 1349 خورشیدی برابر با 1843 میلادی، اختراع کوله‌های ذوب فلزات توسط هنری بسمر، صنعتگر انگلیسی. هنری بسمر که در رشته مهندسی تحصیل کرده بود، برای توسعه تولیدات آهن، فولاد و چدن موفق به اختراع و ساخت کوره‌های بلند ذوب فلزات گردید که به کوره‌های بسمر موسوم شد. وی در این کوره‌ها روشی اقتصادی برای حذف کربن از چدن خام را عملی ساخت. این کوره‌های مرتفع وسیله بسیار مناسبی برای تسهیل در امر ذوب فلزات و استفاده از آنها در امور صنعتی در اختیار بشریت قرار داد، به طوری که امروزه این کوره‌ها در سراسر جهان مورد استفاده کارخانه‌های ذوب فلزات قرار گرفتند.